نایابی دارو در ایران ادامه دارد. سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. نایب رئیس انجمن داروسازان بار دیگر به نایابی بیش از 100 قلم دارو در شبکه دارویی ایران اشاره کرده است. علی فاطمی سازمان غذا و دارو را متولی پاسخگویی به کمبود داروها خوانده و تأکید کرده است که این سازمان بی‌طرف نیست و نباید آمار بدهد. سازمان غذا و دارو پیش از این رقم کمبود دارو را بین 30 تا 40 قلم اعلام کرده و بهرام دارایی رئیس این سازمان گفته بود که کمبودها نسبت به سال قبل کاهش داشته و آمارهای انجمن داروسازان صحیح نیست. جلیل سعیدلو دبیر انجمن داروسازان در آذرماه به شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی گفته بود: بله، 30-40 قلم دارو همیشه برشکل با توجه به این که عرض کردم زنجیره تامین پیوسته است و هر علتی ممکنه در یه مقاطع زمانی این کمبودها به وجود بیاد، این رو ما میپذیریم. ولی در حال حاضر به دلایل مختلف که حالا یکیشم من عرض کردم خدمتون، تعداد اقلام کمبود دارو در سطح کشور فکر میکنم که بالاتر از 100 قلم باشه. صدای دبیر انجمن داروسازان را میشنیدید. وزارت بهداشت ایران که به گفته نایب رئیس انجمن داروسازان آمار کمبودها را کمتر از واقعیت اعلام میکند، در مقابل مدعی توان بالای کشور در تولید داخلی داروست. علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت رفاه اجتماعی 19 بهمن مدعی شده بود که ایران در حال حاضر بیش از 95% از واردات دارو بی نیاز است. در مقابل این اظهارات، نایب رئیس انجمن داروسازان به خبرگزاری ایلنا گفته که حتی آمپول استامینوفن و سرم و قطره بینی هم با کمبود مواجهند. در این برنامه دیدگاه همراه با آلان فتوحی، استاد داروشناسی بالینی از سوئد، تأثیر رقابت تولید کنندگان و وارد کنندگان دارو در ایران بر نایابی و گران شدن داروها را بررسی می‌کنیم و می‌پرسیم چرا وزارت بهداشت ایران پزشکان را به تجویز داروهای ساخت داخل ترغیب می‌کند. آقای فتوحی، کمبود دارو در ایران که هر بار خبری میشه چه دلایلی داره؟ مشکل در سازوکارهای تولید و واردات یا پیشبینی اشتباه از میزان نیازها و ذخایر دارویی؟ به نظر من مهمترین مسئله ای که در حوزه دارو در ایران وجود داره مسئله فساد و راندخاریه. خب دلایل دیگه ای هم داره که اونا هم سعی میکنم خلاصه عرض کنم خدمتتون. ولی اگر به مسئله فساد بپردازیم، بسیار بسیار واضح هست که راندخاری های وسیعی در حوزه درمان انجام میشه. اختصاص محدود ارز 4200 تومانی به واردات دارو و تبعاتی که اختصاص این ارز به شرکت‌های خاص به ارگان‌های خاص در پی داره و باعث قاچاق معکوس دارو، احتکار دارو، فروش با قیمت بالای دارو و از این قبیل میشه، اثر منش شمسه و همه ما اطلاع داریم. به اضافه این مسئله میبینیم که گزارش زیادی هست در مورد این که خود کسانی که در سازمان غذا و دارو مسئولیت دارن یا افراد نزدیکی به اونها، اغلب امتیازات مربوط به واردات مواد اولیه یا خود دارو رو در شرکتایی که درش سهام دارن یا صاحبش هستن اخذ میکنن و از اون سوء استفاده میکنن. نبود نظام بانکی صحیح و همچنین یه سامانه الکترونیکی که کنترل توزیع دارو و فروش دارو رو داشته باشه، تمام اینها میشه در این مقوله فساد اینا گنجونده بشن. به اضافه اینها مسئله تقابل شکست خورده ای که با غرب وجود داره بدون اینکه توانش وجود داشته باشه و میدونیم که تبعات اون رو که باعث محدود کردن امکان ورود بعضی از مواد میشه، بعضی موقع عدم سرمایه‌گذاری دراز مدت در حوزه دارو و درمان و همچنین کمبود مواد اولیه در داخل میتونه از دلایل کمبود دارو باشه. رقابت هایی که بین تولید کنندگان و وارد کنندگان دارو در ایران برای به دست گرفتن بازار دیده میشه، اینها چه تأثیری در کمبود و گرانی داروها گذاشت آقای فتوحی؟ ببینید، مقدار دارویی که میشه با ارزان وارد کرد محدود است و خود این دارو هم با اون قیمتی که خریداری میشه یا با سود کمی بالای اون قیمت فروخته نمیشه. خیلی وقتا با قیمت‌های بالاتر فروخته میشه و خود این میتونه دلیل باشه برای گران بودن دارو. از طرف دیگه
در مواردی شاهد محدود کردن واردات دارو هستیم برای حمایت از تولید داخلی، و تولید کنندگان داخلی هم به لحاظ عدم وجود قانونی که کنترل بکنه قیمت داروهای تولید شده در داخل رو، داروها رو به قیمت خیلی بالا به فروش میرسونن. بعضی وقتا هم خب مسئله احتکار داروها و گران فروختن اونها موقعی که نیاز بیشتر به اونها هست باعث بالا رفتن قیمت داروها شده. آقای فتویی، ما میدونیم که وزارت بهداشت مدعی توان تولید داخلی داروه. وقتی به گفته نایب رئیس انجمن داروسازان حتی آمپول استامینوفن هم الان کمیاب شده، آیا میشه ادعای وزارت بهداشت رو پذیرفت در این مورد؟ در بیشتر موارد تولیدی که در داخل انجام میشه وابسته هست به وارد کردن مواد اولیه از خارج، یعنی به این صورت نیست که کل مراحل تولید دارو قابل انجام در داخل باشه، ولی خب همین رو به اسم تولید مینامند از در وزارت بهداشت. در بیشتر موارد نیاز است که مواد اولیه از خارج وارد بشه و اشکال مختلف دارویی از اون ساخته بشه، مثل کپسول، قرص، شربت، آمپول و غیره. در نتیجه بیشتر با یک حالتی مثل مونتاژ دارو ما روبرو هستیم در ایران تا تولید داخل دارو. آقای فتویی، هرچند فهرستی از داروهای کمیاب یا نایاب در ایران در دست نداریم، اما به نظر شما از خلال حرفهای نایب رئیس انجمن داروسازان و مقامهای دیگه به چه مواردی میشه رسید؟ و دیگه اینکه کمبود این داروها سلامت عمومی رو اساساً دچار چه آسیب‌هایی میتونه بکنه؟ ما اخیراً گزارش داشتیم در مورد مرگ 540 بیمار تالاسمی در اثر کمبود داروهایی که لازم دارن، و این دیگه قابل انکار نیست. و میدونیم که در موارد دیگه هم مثلا انسولین برای بیماران دیابتی کمبود وجود داشته، یا لااقل که انسولین نوع خارجی که در بعضی موارد کارایی بهتری داره کمبود داشته. یعنی ادعای این که در زمینه بیماری‌های خاص ما کمبود نداشتیم یا نداریم ادعای درستی نیست. حتی کمبود سرم های بسیار ساده و آنتیبیوتیکا هم در حال حاضر گزارش میشه که خب تبعات این کمبودها بسته به نوع دارو میتونه از همونطور که عرض کردم مرگ بیماران، مرگ تدریجی اونها در حالاتی که بیماری مزمن دارن مثل دیابت یا سرطان و غیره، و همچنین حالاتی اورژانسی مثل بیمارانی که احتیاج به سرم یا آنتیبیوتیک برای عفونت شدید دارن، در این حالات هم میتونه مرگ باشه، و در حالتهای دیگه میتونه تأثیرات دیگه ای داشته باشه که مستقیما مرگ‌آور نباشه، ولی مثلا در مورد کمبود داروهای ضد افسردگی که اونم گزارش شده که در حال حاضر وجود داره، خب میتونه مشکلات دیگه ای رو به همراه داشته باشه. با توجه به گستردگی و شیوع بالای اومیکرون در ایران، اگر داروهای تزریقی کرونا به گفته نایب رئیس انجمن سازمان داروسازان کمیاب بشه، شاید چه تبعاتی خواهیم بود آقای فتویی؟ خب داروهایی که وجود داره یا از نظر علمی ثابت شدن که میتونه خطر مرگ و میر بیماران رو کاهش بده، یا اینکه میتونه طول دوره بستری شدن در بیمارستان، طول خود دوره بیماری رو کاهش بده، یا اینکه شواهد کافی نیست و ما امیدوار هستیم که بتونیم از این داروها تاثیر مثبتی بگیریم، و داروها بسیار متنوع هستن. داروهایی که میتونه خیلی مهم باشن و کمبود اونها فاجعه بار باشه، داروهای ضد ویروسی هستند که در ابتدای ابتلا به بیماری به بیماران داده میشه، سرم هست، و همچنین ویتامین دی و آنتی بیوتیکا در مواردی که عفونت‌های دیگه اضافه بشه به این بیماری، و همچنین یک سری داروهای دیگه هم هستند که اونها هم میتونن کمک کننده باشن برای اینکه بیمار راحت‌تر طول دوره بیماری خودش رو طی بکنه و خطر بستری در بیمارستان و خطر مرگ کمتری رو این بیماری برای بیمار در پی داشته باشه. بستگی به این که کدوم یکی از این داروها کمبود پیدا بکنن، تبعات اون متفاوت خواهد بود، ولی خب یه سری از اینها همونطور که عرض کردم مثلا سرم یا آنتی بیوتیکا یا داروهای ضد ویروسی وجودشون میتونه در مواردی به خصوص وقتی که بیماران مسن یا با بیماری زمینه‌ای نیاز به مراقبت پیدا میکنن بسیار حیاتی باشه. در مورد داروهای ضد ویروس لازم هست که یک نکته هم عرض بکنم، اونم این هست که یک سری از شرکت‌هایی که در کار تهیه
واکسن برای کووید 19 بودن مثل فایزر و همچنین شرکت مرک، اینا داروهای ضد ویروسی درست کردن که تحقیقات اولیه نشون میده استفاده از اونها در روزهای اول ابتلا به ویروس کرونا میتونه جلوی تکثیر زیاد ویروس رو بگیره و نشانهای بیماری کم بکنه و تا حد زیادی خطر بستری شدن در بیمارستان و خطر مرگ و میر رو هم کاهش بده. به همین دلیل وجود این داروها میتونه بلخص برای بیمارانی که در معرض خطرات بالاتری هستن، مثلا بیماران با بیماری زمینی و بیماران مسن‌تر، بسیار مهم باشه و لازم است که حتما دسترسی به این داروها برای بیماران وجود داشته باشه. آقای فتوحی، پیشتر وزیر بهداشت ایران گفته بود پزشکان و به ویژه اعضای هیئت‌های علمی که داروهای خارجی تجویز کنند از نظر ما امتیاز کمتری خواهند داشت. سوالم اینه، آیا بیمار ابزار تقویت تولید داخلی داروه؟ میخوام ببینم نظر شما به عنوان یک داروشناس درباره این حرف وزیر چیه؟ ببینید، یک پزشک موظف هست بهترین دارو و مراقبت و توصیه ها رو به بیمار خودش بده. اینکه این دارو تولید کجا هست یا به چه صورت به دست میاد یا قیمتش چقدر هست، اینا اصلا نباید تأثیری در به اصطلاح انتخاب دارو یا دوز دارو داشته باشه و این برخلاف همون به اصطلاح قسم پزشکی هست که همه پزشکا به اون متعهد و پایبند هستند و اون قسم رو میخورن. به همین دلیل باید از مکانیزم‌های دیگه برای تشویق تولید داخلی استفاده کرد و واقعا این روش اخلاقی نیست در پزشکی و نمیشه شما به سلام خطر عدم کارایی دارو یا کارا بودن کمتر دارو رو قبول بکنین و یه دارویی رو که کیفیت کمتری داره به بیمار تحمیل بکنین. این کار درست نیست و اخلاقی نیست. بسیار سپاسگزارم از شما. آلان فتوحی، استاد داروشناسی بالینی از استکهلم، سوئد. امیدوارم از این برنامه بهره برده باشید. ممنون که همراه ما بودید.